بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام مجدد. در این بخش می‌خوایم در رابطه با اهمیت یادگیری واژگان مطالبی رو بیان کنیم. من همیشه گرامر رو به یه اسکلت، بدن یا ساختمان توصیف کردم که بنای کل ساختمانه، اما مهمتر از همه چیه؟ آجرهایی که در این ساختمان استفاده میشه که همون واژگانه. خوب دقت کنید چی گفتم. کدوم یک از اینا از اهمیت خاصی برخورداره؟ هر کدوم اهمیت و جایگاه خودشو داره، ولی یه واقعیتی وجود داره. شما اگر یه اسکلت مثل این ساختمانو داشته باشید، میتونید توش زندگی کنید؟ نه. برای چی؟ برای اینکه از گزند باد و گرما و سرما و دوست شما رو محافظت نمیکنه. بس یکی از اصول مهم داشتن چیه؟ اون آجرها، مساله. حالا شما گرامر شاید خوب بلد باشی، گرامرتون قوی باشه، ولی واژگان و لغت نداشته باشید که داخل این گرامر استفاده کنید، اون گرامرتون سن ناریه شایی نمیارزه. بس حتی اینو من سر کلاس بچه ها میگم، شما آجر داشته باشید میتونید دور هم یه جوری بچینید، فوقش به قول معروف چیه؟ یه خونه خوبی در نمیاد، یه خانه به قول من مجلل در نمیاد، ولی حداقل از گزند سرما و گرما شما رو محافظت میکنه. کسی که لغت بلد باشه میتونه یه کاری بکنه، به قول دست باشکسته حتی با گرامر غلط گلیم خودش از آب در بیاره، مفهومشو برسونه. اما اگر گرامر بلد باشی، لغت بلد نباشی، اصلا به درد نمیخوره. بس یادگیری واژگان خیلی مهمه. چه بهتر آدم گرامرش اصولی درست باشه و لغتش هم باشه، یه ساختمان مجلل و شکل درست، یه زبانه به قول معروف درست رو تمرین کنه. ولی واقعا یادگیری لغت و واژگان مهمتر از یادگیری گرامره. حتی شما میتونید با چند تا قانون ساده ولی با لغت‌های زیاد میتونید چیکار کنید؟ راحت گلیم خودتون از آب بکشید بیرون. اما چطوری میتونیم واژگان خودمون افزایش بدیم؟ اولا سعی کنیم معنی و کاربرد کلمه رو بدونیم، یعنی اون کلمه در کجا به کار میره، در چه اصطلاحاتی. تلفظ صحیح اولین چیز یاد گرفتن تلفظ. شما تلفظ صحیح رو یاد نگیرید، تو ذهنتون نمونه، فراموشش میکنید، چون مغز اعتماد کامل به این کلمه نداره. وقتی هم از ذره روانی اعتماد نداشته باشه زود فراموش میکنه. برای یادگیری تلفظ صحیح حتما قسمت نگرش نو در یادگیری زبان و 2500 واژگان، اون فیلمایی که در آخر این DVD هست رو حتما تماشا کنید اگر فونتیک اینا رو بلد نیستید. دیکته صحیح کلمه رو بیان. خب بعضی از کلمات دیکته هاش شبیه همه، شاید اشتباهی توی نوشته هاتون استفاده کنید و منظورتون رو غلط برسونید. بس دیکته صحیح کلمه رو دقت کنید. نکته بعدی بدونید که در کجا و چه زمانی اینو استفاده کنید، توی مکالمه، توی نوشته، توی متن‌های رسمی. بس اینا رو از دیکشنری و مثال‌های مختلف چیکار کنید؟ پیدا کنید. ساختار و گرامر، اسم، فعل، قیدش، بعد ترکیباتی که تضادش، چیزهای مختلفی که ساخته میشه، ساختار و گرامر آن، جمع، مفرد، گذشتش، قسمت افعال بی‌قاعده است، اینا رو دقیقاً از دیکشنری پیدا کنید. ترکیباتی که باهاش میاد، شما مثلا فرض کنید دو تست داریم یا میک تست داریم، خب گیو تست داریم، تیک تست داریم، خب دوتاش هم هست، ولی تیک تست یعنی امتحان دادن، گیو تست یعنی امتحان گرفتن. بس معلم چیکار میکنه؟ گیو تست یعنی برگه رو میده، گیو تست یعنی دادن برگه امتحان. دانش آموز چیکار میکنه؟ تیک تست یعنی برگه رو میگیره، تیک میگیره، بس میگیره که چیکار کنه؟ امتحان بده. بس اینا رو ما باید دقت کنیم با چه ترکیباتی همراه میشه. دو تست یعنی دو اکسپریمنت، آزمایش انجام دادن، فرق داره با گیو تست یا چیه؟ تیک تست. اما در مورد تلفظ صحیح واژگان ببینید چقدر اهمیت داره. شما الان کلمه اول چی تلفظ میکنید؟ هیت معمولا، در حالی که دومی هیته. اکثر بچه ها میگی هایت، میگن چی هیت. خب ما اینو اگه به یه نفر داریم میگیم، خب متوجه نمیشه واقعا من چی دارم میگم. بس تلفظ کلمه خیلی نقش مهمی داره در یادگیری کلمه. هایت، هیت.
که باورتون میشه این دوتا کلمه هم معنیان کی و کی؟ خیلی از بچه‌ها اینو تلفظ میکنن کوای کوی، یا اینو مثلا تلفظ میکنن کی، در حالی که تلفظ جفتش چیه؟ کی اسکله، کی یعنی کلیدی، نقش مهم اصلی. شما کلمه اولی رو شاید بگید ایوه، در حالی که چیه تلفظش؟ یو، دقیقاً یو شما، این گوسفند ماده است، یعنی یو شما ضمیره. بس ببینید تلفظ کلمه اصلا تو انگلیسی ربطی به ظاهر شکل کلمه نداره، اینو فقط از روی فونتیک و دیکشه. بس اولین و نکته مهمی که باید وجود داره برای یادگیری، سعی کنید تلفظاتون رو چکار کنید، از دیکشنری فونتیک، دیکشنری استاندارد چکار کنید، چک کنید. حتی دارم میگم به تلفظ معلمتون، من نوعی، من خودم شاید تو این فیلم ها خیلی از کلمات و تلفظم غلط باشه. چرا؟ غلط یاد گرفتم، بعضی موقع هم متاسفانه چک نکردم، توی به قول معروف چیه فسیل شده تو ذهن من، همونو غلط دارم تلفظ میکنم. سر کلاس به خود بچه هم میگم، وقتی هم حتی فونتیک یاد میدم، یا بچه ها من دیکشنری به شما یاد میدم که دیگر دیکشنری چک کنید، اصلا کاری به تلفظ من نداشته باشید. من خیلی از کلماتو چیکار میکنم؟ غلط یاد گرفتم، متاسفانه غلط هم بیان، چون فسیل شده، کسی نبوده به من یاد بده. واقعا من این فونتیکو یا خیلی از چیزها رو بعد از دانشگاه خودم احساس نیاز کردم، یاد گرفتم، کار کردم. بس این فسیل شدن باعث شده که من غلط تلفظ کنم. بس حتما حتما از دیکشنری چک کنید، حتی به تلفظ و فونتیک دبیر کلاستون، با اینکه دبیر قوی هست اطمینان ندید. اصلا دیدن این علامت اطمینان خاطر میاره که واقعا این تلفظش چیه؟ یوه. کلمه دقت کنید، شاید بگید ویند، درسته، ولی همین ویند یه جای دیگه چی تلفظ میشه؟ ویند. چرا؟ معنیش عوض میشه. ویند یعنی باد، ویند یعنی کوک کردن، کوک کردن ساعت، فنر، اینا رو میگن. خب بس ببینید خیلی مهمه، شاید دیکشنری حالتهای مختلفش، دارم تاکید میکنم. کلمه اول مینت، ولی کلمه دوم چیه؟ مینیوت یعنی ریز، کوچک. بس مینت یعنی دقیقه، البته با شو هم نوشته میشه، مینت، مینت و مینت، هر دوتا تلفظ دو دیکشنری داریم. مینیوت یعنی ریز. بس تلفظ چرا میگم تاکید میکنم؟ تا موقعی که مغز اطمینان و یقین به صحت تلفظ واژه‌ای که میخواد به خاطر بساره نداشته باشه، اونو فقط تو حافظه موقت ذخیره میکنه و به صورت فراموش میکنه. اگه میخواهید تو حافظه دائم داشته باشید، حتما اطمینان حاصل کنید، که اطمینان حاصل کنید باید نگاه کردم به دیکشنری که تلفظی که دارید میکنید درسته. گفتم اینم فقط از طریق دیکشنری های حالا انگلیسی به فارسی یا انگلیسی به انگلیسی که فونتیک دارن، و کتاب و فیلم های آموزش فونتیک هم توی آخر این فیلم ها قرار دادیم. اما لغت رو سعی کنید در داخل متن یاد بگیرید. من کاری که میکنم یه ورقه رو میندازم، میفته زمین سر کلاس، میگم بچه ها این ورقه افتاد، هیچ، فراموش شد. شما یه لغت رو یاد بگیرید، مثلا فرض کنید میگید که بک کتاب، نمیدونم اکسپت قبول کردن، یه هفته دیگه فراموشت میشه. بعد همین ورقه رو میندازم، ولی چیکار میکنم؟ با یه دونه نوک اتود فرو میکنم داخل این، و اون ورقه بالا تو دستم میمونه. میگم نگاه کنید این ورقه نیفتاد. چرا؟ چون به یه چیزی وصله. حالا لغت هم همینطوره. اگه لغت شما به یک اصطلاحی یا جمله‌ای وصل بشه، فراموش شدنش دیر خواهد بود یا اصلا فراموش نمیشه. بس لغت تنها حفظ کردن 5000 ارزش نداره. هی بجینی تو راه رو قدم بزنی، اکسپت قبول کرد، اکسپت قبول، یه هفته دیگه یادت میره، اصلا نمیفهمی. ولی اگر اون اکسپتو با یه جمله‌ای که دلت میخواد، دوست داری، سری میگی، یاد بگیری، اونم مثلا من سر کلاس میگم بچه ها فرض کنید زری یادتون میاد، پری یادتون میاد، نمیدونم علی یادتون میاد، بچه ها میگن نه، من مثلا میگم دنی یادتون میاد؟ دنی رو میشناسی؟ دنی رو به خاطر میاری؟ بچه ها میگن نه. میگم مثلا چون به اسم خاص از اسم خارجی استفاده کردم که خدای نکرده به کسی توهین نشه. بعد میگم بابا دنی توپله، دنی کوتوله، دنی قشنگه، دنی درازه. خب بچه آهان، سال دوم دبیرستان، سال اول راهنمایی. چرا؟
چون یه صفتی مربوط به این دنی رو آوردم که کنار اون. بس دنی رو کسی یادش نیومد، زری و پری و علی و اکبر رو کسی یادش نیومد، ولی وقتی گفتم با یه صفت خاصی یادش اومد، آهان اون پسر توپله، اون پسر خوشگله، اون پسر نمیدونم کوتولوئه، اون درازه. بس ببینید این کلمه کمک کرد ذهنشو. بس شما کلماتو وز کنید به کلمهی، عبارتی، مثالی، جملهی که چکار میکنه؟ باعث میشه تو ذهنتون بمونه. بس یه واقعیت روانشناسیه. شما کلمه ولف، من گفتم یاد بگیرید، یاد نمیگیرید. خب هی حفظ کنید، ولف یعنی گرگ. اما بگم با کلمه ولف یه دونه چیکار کن؟ یه جمله بساز. یا کلمه صفت خاصه، سری مثلا میگی که وایلد ولف، گرگ وحشی، یا the whole cry of the wolf یعنی زوزه گرگ. A wolf in sheep's clothing، یا اصطلاح مثلا ارزم بزرگ شما که گرگی در لباس میش. یه سری اصطلاحات، یه کلمه‌ای که تو ذهنت میاد و بگی این کلمه، بعدن با این اصطلاح، چون همون عین اون میخست سوزن است که به ورق بست بود، سوزنش کردی به مغزت، دیگه یادت میمونه. یا مثلا بگی که wolf is a wild animal، یه حیوان وحشیه، and beast animal یعنی خونخوار، beast یعنی همون جانور وحشی، wild، very wild. یا مثلا میگه wolves hunting groups، گرگ ها چکار میکنن؟ شکار میکنن گروهی، گله‌ای. بهش میگن چیه؟ pack social animals، که به صورت گروهی زندگی میکنن یا اجتماعی. اما میتونی به دیکشنری معنیش رو نگاه کنی، واسه میتونه a wild animal that looks like a large dog، یه حیوان وحشیه که شبیه داگ، سگه. یعنی ولف و سگ و کنار هم گذاشتی، به هم ارتباط دادی. And lives and hunts in groups، ولی چیه؟ گروهی شکار میکنه. بس میبوا یه صفت مشخصی اینو تو ذهنت یه بار بسپاری، بهتر از این که صد بار هی تو راه رو قدم بزنی، مامان اینو ازم بپرس، بابا داداش اینو از من بپرس، هی بپرسی، فایده نداره. ولی این کلمه رو یه جمله قشنگ باهاش یاد بگیری از دیکشنری، یا خودت اولین جمله‌ای که تو ذهنت در مورد این کلمه یاد بنویسی توی دفترچه لغت تو ذهنت میمونه. مثلا من کلمه پریوسی به شما بگم یا پریوسی، بعد شما میگید خود. ولی وقتی بهتون بگم شما میگید که ارزم بزرگ حفظ میکنی مثلا خلوت، نمیدونم تنهایی، حالا هرچی. اما وقتی اینو یاد بگیری که with seven people in one small room you won't have much privacy، آقا ما تو خونه هفت نفریم، داداش و آبجی و مامان و مادر بزرگ، اینها، ما اصلا پریویسی نداریم. اینو اینطوری یاد بگیری، یعنی واقعا خونه خودتو مثال بزنی، خونه دوستتو مثال، فامیلتو، یه چیزی که واقعا اول کلمه ای که ذهنت میاد. ما تو هفت نفر توی اتاق، آقا ما دیگه امنیت جانی و مالی و خلوتگاه نداریم. این یادت میمونه. یا I hate sharing a bedroom as I will never have any privacy، آقا من بدم میاد شیر، سهیم باشم، شریک باشم اتاق خوابم و با خواهرم، برادرم، دیگه من برای خودم چیه؟ پریویسی ندارم. یا ارزم بزرگ شما که تعریفش از دیکشنری، the state of being able to be alone، وضعیت تنها بودن، and not seen or heard by other، این که چیه؟ کسی نبینه شما رو، نشنوه صداتونو، بس اون خلوتگاه شما رو چیکار میکنه؟ اشاره میکنه. بس یاد گرفتن کلمه در متن مهمه، در داخل جمله. مثال بس اول تلفظ، دوم واژه رو در داخل جمله یاد بگیرید. اما نکته سوم، فلش کارت هایی که تو بازار هست، ولی مهمتر از همه من تأکید میکنم فلش کارت هایی که خودت تهیه میتونی بکنی توی خونتون، رو وسایل، اسامی وسایل، وسایل به قول معروف، یه برچسب کوچیک بزن و اونا رو یه نگاه میکنی، مرور میکنی، یاد میگیری از آموزو. یا مثلا برای مجموعه ها خودت درست کن، میتونی فارسیشو بنویسی، انگلیسیشو بنویسی، تلفظشو بنویسی، کارت درست کنی، یا از اونایی که آمادن تو بازار بذاری تو جیب، تو اتوبوس در بیاری، تو مهمونی ها، نمیدونم این ور اونور میرید، همراهت باشه. بس فلش کارت ها کمک میکنن که چیکار کنیم؟ لغت ها رو یاد بگیریم و مرور کنیم. مثلا
یکی از نکات جالب جمع کردن مجموعه هاست. شما مثلا تو دفترچه لغتتون یا مجموعه فلشکارتاتون تمام شغلهایی که به انگلیسی میاد، مثلا اطرافیانت، فامیل، دوست داری، همه شغلها، دوست داری بابا چیکار است، ننه چیکار است، ارزم بزرگ شما که خواهرت، دایی، عمو، پسر عمو، همسایه، شغلهای مغازه های دوربر، مثلا قصابی، نانوایی، همه اینا رو جمع کن تو یه مجموعه، مثلا جابز، لایر، وکیل، جاج، قاضی، دنتیست، اندام بزشی. وسایل مربوط به کلاس، تو کلاس هر چی میبینی تصور کن بشین بنویس، ازم نیمکت، میز پاک کن، نمیدونم، توی وسایل کلاس و وسایل مدرسه رو جداگونه بنویس. وسایلی که ارزم بزرگ شما که توی مکانیکی میبینی، دوست داری وسایل ماشین رو یاد بگیری، وسایل ماشین بابا رو، آینه چی میشه، داشبورد چی میشه، صندلی، اینا رو از دیکشنری در بیار توی یه مجموعه. خب به صورت لکسیکون برای خودت در بیار بنویس. مثلا یا کلماتی که مشابه هم هستن، مثلا یه کلمه شیر داریم تو فارسی، لاین، شیر جنگل، تپ، شیر اعظم حضور شما که چیه، شیر آب، میلک مثلا شیر خوردن، فاست یعنی شیر آمریکایی، یا مثلا به جای تپ استفاده. بس نگاه کنید شما میتونید این مجموعه ها رو به حالت های گرامری در بیارید. مثلا کلمه گفتن، ما تو انگلیسی سی داریم، تل داریم، اکسپرس داریم، سپیک داریم، تاک داریم، کلمات زیادی داریم، استیت داریم. خب به اینا رو یه مجموعه بنویس، فرقاشون رو بنویس، میشه خیلی یادگیری واقعی ایناست. یا اصطلاحاتی که مثلا فرض کنید با میک به کار میرن، میک میستیک، میک چویس، میک پروگرس، با دو به کار میرن، اصطلاحاتی که با تیک، با گت، یه جا جمع آوری کن. پسوندها، پیشوندها، یه پسوند یاد میگیری، هر کلمه‌ای که با اون یاد میگیری، مثلا ری رایت، ری سایکل، ری دو، ری اوپن، با پسوند، با پیشوند، با پسوند، هر چی که میاد چیکار کن، اونا رو یه جا جمع آوری کن. بس جمع کردن مجموعه خیلی کمک میکنه به یادگیری واژگان. یکی از نکات دیگه که خیلی کمک میکنه، مترادف و متضاد و مشتقات کلمه. مثلا کلمه هپی رو یاد بگیری، مشتقاتش رو به قول معروف چیه، بنویس، مترادف. الان مثلا glad، cheerful، please، content، lighted، merry و غیره، همه اینها یعنی چی؟ شاد، خوشنود، راضی. متضادش نامساوی، خب unhappy، sad، upset، gloomy، depressed، homesick و غیره. خیلی جالبه آدم به قول معروف مترادف و متضاد داره چیکار کنه، جمع آوری کنه صفت ها و فعل ها، جای مختلفی که میتونه استفاده کنه. مشتقاتش happy، happiness، اسمش happily، قیدش happier، شادتر، happiest، شادترین، unhappy، یعنی مشتقاتی که از این به وجود میاد. و اصطلاحاتی که با هپی به کار میره، فیل هپی، میک هپی، هپی وی، حرفای اضافه، هپی وید، هپی اباوت، ارزم بازو شما. اصطلاحات مثل منی هپی ریترنز برای شاد باشینا استفاده میشه، هپی برثدی، نمیدونم هپی نیو ایر، هپی کریسمس، سال نو مبارک، کریسمس مبارک، نمیدونم تولد نو مبارک. بس اصطلاحات و پسوندها، پیشوندها، اینا رو یه مجموعه جمع آوری کن. میدونی الان چند تا کلمه یاد گرفتی؟ با یه دونه کلمه هپی حدود کمی کم چیه؟ 30 تا کلمه رو چیکار کردی؟ یاد گرفتی. و همش هم به هم ارتباط داره، یادگیریش چیه؟ سریعه. به جای یه کلمه تو 30 تا کلمه رو یاد گرفتی. توصیه من اینه که یه دفترچه واژگان برای خودتون، هر واژه‌ای که برخورد کردید بنویسید. اما این واژگان رو میتونید چطوری بنویسید توی دفترچه‌تون؟ میتونید ترجمه‌شو بنویسید. میتونید مثل کلمه spanner فونتیکش رو بنویسید، عکس ازش، عکس کوچیکی بکشید برای خودتون، برای اینکه تصویر یاد. مثال بنویسید: Tom used spanner to repair the wheel on his bicycle. Tom از چیه؟ از این آچار استفاده کرد برای تعمیر دوچرخش. ساختار گرامریش رو بنویسید: اسم، فعل، نمیدونم گذشتش چیه، نمیدونم پسوند و پیشوندی میگیره، چیزای مختلفی هست. معنیش از دیکشنری به انگلیسی بنویسید: A metal tool، یه وسیله فلزی، used for tightening، که استفاده میشه برای محکم کردن، and loosening a knot، و شل کردن چیه؟ knot رو اینجا یاد میگیرید، مهره. بس این اسپنر استفاده میشه میگه برای اینکه پیچ و مهره رو چیکار کنه؟ شلو سفت کنه. مترادف متضاد، هم معنی این تقریبا کلمه چیه؟ رنج، یعنی آچار. کلمات و اصطلاحات مربوطه رو، نکات گرامریشو، هر چی که فکر میکنی تو اونجا چیکار کن، برای خودت یه مجموعه جمع‌آوری کن
و توی یه صفحه هر وقتم به یه نکته جدیدی رسیدی به اون مراجعه کن، اونجا اضافهش کن. یه مثال قشنگی اینه. دفتر داشتن دفترچه خیلی مهمه. تصویر معرکه است. سعی کن یه تصویر از مثلا ماشین بابات از اینترنت بگیری و فلش بکشی، وسایل قسمت مختلفش رو بنویسی جلوی چشت باشه، تو خونه بزنی. وسایل کلاس رو از یه کلاسی عکس بگیر یا از اینترنت بگیر یا از یه کتابی مجله بکن و فلش بکش تمامی. بس تصویر خیلی مهمه. مثلا این اعضای بدن خیلی راحت میتونی چیکار کنی؟ وسایل کلاس، وسایل ارزم بزرگ شما که کیفت، مثلا تمام لوازم تو اینترنت سرچ کن وسایلی که وجود داره یا دیکشنری مصور هست. تصویر خیلی مهمه، تو ذهن بهتر میمونه. یکی از روش های عالی یعنی واقعا بی نظیر یادگیری لغت شبکه سازیه. خیلی مهمه. شما مثلا ببینید کلمه ملک، خب ملک رو وصل میکنی به چی؟ کاو یعنی چی؟ گاو. حالا خود همین کاو رو میتونی چیکار کنی؟ انواع مثلا اینجا فلش بکشم، دوباره همین کلمه کار رو چیکار کنم؟ فلش بکشم، ازش یه فلشی در بیارم، بعد کلمه چی بنویسم؟ آکس، گاو نر. دیگه چی بنویسم؟ بول، گاو بگل برای گاوازی نیست، گاو وحشی، گاو نر. چی؟ خود این هم تقسیم کنم. بس یکی از روش‌های یادگیری خوب چیه واژگان ایجاد شبکه است. یعنی یه کامپیوتر رو می‌نویسی، بعد کامپیوتر سخت افزار نه، خود سخت افزار چیه؟ کیبورد، ماوس، نمیدونم سی پی یو، چیزهای مختلفو تقسیم می‌کنی. بس یکی از روش‌های یادگیری شبکه سازیه. یه سری دیکشنری هست تو بازار خیلی خوبه به اسم لکسیکون دیکشنری، واژگان. مثلا شما در مورد می‌خوای در مورد کامپیوتر صحبت کنی، هر چی اصطلاح کامپیوتره مربوط به سخنرانی کامپیوتر یه جا آورده، مثلا سخت افزار کامپیوتر و فعلاش و نرم افزارش، هر چی که مثلا آلودگی، هر چی کلمات مربوط به آلودگیه توی چیه یه چندین صفحه کلمات مربوط به اونجا رو آورده. بعد شما می‌تونی اینو برای خودت درست، مثلا برای نمونه eyes یعنی چشم، can perform or do some following action، میتونه اعمال زیر انجام بده. eyes can see میتونه ببینه، دیدنی که به قول معروف چیه؟ معمولیه. اما watch میتونه با دقت، carefully با دقت تماشا کنه. میتونه wink چشمک بزنه، بس eyes can see can watch can اعمالی که چشم میتونه. look با دقت به چیزی نگریستن. roll یعنی غلطوندن چشم، گردوندن. open میتونه چشمو قشنگ باز کنه، open the eyes. close چشمو ببندیم، close the eyes. cry گریه کردن، میتونه گریه کنه. tear water میتونه چیکار کنه؟ اشک بریزه. squint میتونه چپ چپ نگاه کنه، کجکی نگاه کردن، یواشکی نگاه کردن. بس ببینید خیلی فعل های خاصی هستن فقط برای eyes. بس eyes can see can watch can wink look roll open close cry tear squint. مثلا فرض کنید کلماتی مانند دکتر، یعنی همون دکتری که همه شنیدید، نرس، پرستار، اینا کنار هم. فیزیشن یعنی طبیب، پزشک. چون دکتر برای دکتر برای خیلی از دکتر ریاضی فیزیک هم شاید استفاده بشه، ولی فیزیشن یعنی دقیقا همون پزشکی که ما دنبال. سرجن، جراح، یعنی کلماتی که با هم هستن. یا کلمه پیدیتریشن یعنی متخصص اطفال، پیدیتریشن. یا کلمه آثماتولوژیست، آثماتولوژیست یعنی چشم پزشک، اپتیشن هم داریم البته، اپتیشن، آثماتولوژیست. یا کلمه دیترمولوژیست متخصص پوسته، دیترمولوژیست. یا کلمه جاینتولوژیست، جاینتولوژیست متخصص زنان، بیماری های زنان. یا کلمه ابستریشن، ماما قابله، بقول ما باز مربوط به زنانه ولی برای ماما و قابل اینا استفاده میشه. خب کلمات سختی هستن ولی کنار هم بیان یادگیریشون برای ما چیکار میکنه؟ بهتر. و میتونیم استفاده تخصصی در بکنیم، بدونیم که در مورد فقط همه رو نگیم دکتر، ببینیم متخصص پوست میخواییم، کودکان میخواییم، امراضهای خاصی میخواییم، همه رو یه جا جمع آوری کنیم. یکی دیگه از کارهایی که میتونیم در یادگیری واژگان میتونیم استفاده کنیم ترکیبات واژه هاست. خیلی میمون کمک میکنه. مثلا کلمه فوتو، فوتوگراف، فوتوگرافی، فوتوگراف فعلش هستش، اسمش هستش، هم فعل هم اسمش. فوتوگرافر، عکاس، فوتوگرافیک صفتش. بس کلمه فوتو، پسوند، پیشوند، هرچی که هستش کنار هم بیاریم.
عبارت‌های ترکیب‌هایی که با یک کلمه میان، مثلا اصطلاح would you like a cup of coffee، a cup of coffee با هم، would you like با هم، تمایل دارید، دوست دارید، a cup of tea، a cup of coffee، بس اصطلاحاتی که با هم یاد بگیریم. یا مثلا the weather forecast یا the weather forecaster، پیشگوی هواشناس، کسی که هوا رو هواشناسی میکنه، به قول معروف گزارش هوا رو میده. یا برای بس این کلمه چیه با هم دیگه داره میاد. یا مثلا collocations، کلمه رادیو، میتونیم بگیم switch on radio، tune on radio، listen to radio، turn up radio. بس کلماتی که با یک بس این همشون تقریبا میشه گفت استفاده واژگان با اصطلاحات و فعل‌ها یا ترکیباتی که با همدیگه ارتباط دارن خیلی مهمه. اینترنت، سایت های زیادی هستن. من الان یه سری سایت ها رو معرفی میکنم، این در بین نیست که اینها، حالا من الان این سایت ها سایت هایی هستن آموزش زبان، خدای نکرده یه دفعه عوض شدم به من ربطی نداره، سایت های زیادی هستن. حالا اینا بهترین سایت ها نیستن، فقط من برای اینکه نمونه، یه سایتی هست به اسم manythings.org، خیلی مطالب زیادی داره در مورد آموزش زبان، تمرین ها، اصطلاحات. انگلیش کلاب که معرکه است به خصوص برای معلم ها، خیلی منابع خوبی داره. ESL Lab، آزمایشگاه زبانه برای سیکن لنگویج، خیلی جالبه. انگلیش اکسرسایزیز، نان استاپ انگلیش، کلمه ترنسلیت گوگل دات کام برای ترجمه کردن اگر خواستید، ترنسلیت گوگل، شما فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی، هر چی خواستید ترنسلیت گوگل دات کام. یا کلمه اسپارت، به قول معروف برای MP3 فایل های MP3 نخواستید گوگل، ESL پاد، خیلی فایل های قشنگی داره برای یادگیری زبان، لیسنینگ به خصوص. thefreedictionary.com، دیکشنری رایگان به قول معروف فارسی، انگلیسی، همه چیزهای زبان. وان لوک معرکه است، تمام دیکشنری ها رو چیکار کرده، جمع آوری کرده توی سایت به اسم وان لوک، یعنی با یه نگاه تمام دیکشنری ها رو وصل کرده به اینجا، یعنی کلمه‌ای نیست که توش شما توی وان لوک پیدا نکنی، حالا آلمانی باشه، انگلیسی باشه، چون بعضی از بچا سر کلاس این لغتای میپرسن انگلیسی نیست، از ماهواره چیزی این ور اونور دیدن میام میپرسن، آدم میمونه، بزن والوک برات میگه که آقا این فرانسوی آلمانی ریشش کجا سرچی هست. فارسی دیکشنری واژه‌یاب خیلی خوبه که میتونید ارزم بازوش و انگلیسی فارسی، فارسی به فارسی، تمام اینها رو چکار کنید پیدا کنید. یکی دیگه از چیزهایی که برای یادگیری واژگان، چت و اسمس انگلیسی. ما متاسفانه تو کشورمون هزینه هامون و وقتمون تلف میکنیم به فرستادن هرزنامه ها، چرت پرت، نمیدونم جوکای بیمزه، تهمت به، متاسفانه تهمت به اشخاص، افراد. خب اینا رو تبدیل کنیم به اسمس اخلاقی. ببینید توی دنیا الان یه سایتی، یه دانشگاه هایی را افتاده چندین ساله به اسم ما ای‌لرنینگ، شاید شما شنیدید ای‌لرنینگ، ولی ام‌لرنینگ شاید نشنیدید. برید اینترنت سرچ کنید دانشگاه‌هایی که ام لرنینگ، یعنی موبایل لرنینگ، یعنی با موبایل طرف دکترا میگیره، فوق لیسانس میگیره، لیسانس میگیره، روزی به اندازه یه ربع 10 دقیقه براش چیه فایلایی که بعد درساشه میاد میخونه، بعد میره 6 ماه دیگه میره مثلا ترمش تموم شد میره اون مطالبی که به وسط اس براش اومده چیکار میکنه، مینه رو امتحان میده، مدرکش، مدرک رسمی هم هست مورد تاییده. ما به جای اینکه از موبایل برای فرستادن چرندیات استفاده کنیم، هزینه و وقتمون رو تلف کنیم، نکات اخلاقی، احادیث، نکات علمی، آموزشی، و یکی از اونها میتونه انگلیسی باشه، مطالب انگلیسی، لغت‌ها، عضو سایت‌هایی که مطالب انگلیسی خوب برای ما میفرستن بشیم، بس یکی از اونها اسمس انگلیسی. دو، چت کردن متاسفانه وقت تلف کردن، اما اگر چت ما آموزشی باشه با سایت‌های معتبر، با افراد و گروه‌های سالم، معلم‌ها، دانش آموزان، مدرسه‌ها، گروه‌های خاصی تشکیل بدن، این میشه مورد تایید. ولی خب باید کنترل بشه، دقت بشه، و میتونه چیکار کنه، نهایت استفاده را از هم تفریح کنیم، هم چیکار کنیم، یه آموزشی داشته باشیم. نکته بعدی که خیلی مهمه و من با تاکید دارم نوشتنه، بشینید خاطرات روزانه‌تون رو بنویسید، داستان، وقایعی که به انگلیسی نوشتن. آقای محترم، خانم محترم، آدم با نوشتن گرامرش درست میشه، دیکتش درست میشه، لغتش چون دنبال، چون خودت میخوایی میگی من میخوام بنویسم که او را تحقیر کردم،
او را تحسین کردم. خب کلمه تحقیر کردن میخوای یاد بگیری؟ کلمه تحسین کردن میخوای یاد بگیری؟ او مرا عرضم به حضور شما که به پای تخت آورد. کلمه پای تخت آوردن و یعنی اون کلمه‌ای که دوست داری یاد بگیری رو میپرسی، دیکشنری نگاه می‌کنی و می‌نویسی و یاد می‌گیری. بس من تأکید می‌کنم انشا نویسی، خاطره نویسی، داستان نویسی و چیزهایی که نوشتن. نوشتن باعث میشه لغت یاد بگیرید. امیدوارم این نکات، حالا مجموعه‌ای که گفتم، قسمت هایی که حالا فکر میکنید جذابه، مورد استفاده قرار بگیره و باعث افزایش لغتتون بشه. موفق و مؤید باشید. التماس دعا.